بسم الله الرحمن الرحيم. دا درس روز گذشته ما دا منوی وندرز روی ریسیو آیتم و انتر بیل ریسیو آیتم انتر بیل فور ریسیو آیتم چیزا صحبت کردیم و ایرم ما گفته بودیم که چه قسم ما با وندر خود که از اوپنینگ بیلنس آرد میکنیم. اوپنینگ بیلنس که از همیشه مثبت باشه و همیشه منفی باشه. اینجا یک چند دانه وندر مجبور کردیم این ترانزکشن دی وجود داره، یا را ما ترانزکشن هایش دلیت میکنم و خود وندر را هم دلیت میکنم، بخاطر از اینکه میخوام که سر اوپنینگ بیلنس که است دوباره ما برتون کار میکنم که بس چند طریق ما میتونیم که اوپنینگ بیلنس مثبت و منفی را اد کنیم. ایرم دلیت کردم و بعد از او میبینیم که کدام اینی رم خود ایجا ترانزکشن ها زیاد هستن. حالی می همه چند تا وندر را اضافه جور میکنیم. ما گفته بودیم وقتی که اگر باید تن باشه بخواییم وندر جدید اضافه کنیم، می هم در مینوی در وندر سنتر در نیو می هم نیو وندر انتخاب میکنیم. نام وندر بطور مثال نوشته میکنیم که سرباز خان. اوپنینگ بیلنس میشه مثبت نوشته کنیم، میشه منفی نوشته کنیم. اگر مثبت نوشته کردی ای به این معنی که از سال قبل که هسته سر خودت که هست از وندرت قرض هسته. اگر منفی نوشته کردی به این معنی که ای پیسه که هسته از سال قبل خودت بالای وندر خود قرض داشتی، اسپیشل ادوانس گرفته. خب شما ببینید، ما فقط هدف میسته که من ترانزکشن رو برتون یاد نشان میدم که چه قسم کویک بوکس رو ریکارد میکنه. وقتی که مثبت نوشته کردی اوکی کلیک کنیم، کویک بوکس اتوماتیکلی ایرا امرای خود به حیثی بیل ترانزکشن ریکارد میکنه. اینجا ببینیم سرباز خان ترانزکشن که ریکارد میکنه تایپش چیستا؟ بیل است. صحیح است. و اگر ما ایرا رایت کلیک کنم و اکاونت کی با اون لینک است چیستا؟ اکاونت پیبل است. اگر ما ایرا برم دا ایدت ترانزکشن دا اینجا بیایم، شما ببینید دا اینجا چی انتخاب شده گیستا؟ بل انتخاب شده گیستا و اکاونت که انتخاب است اکاونت پیبل است. و دا اینجا دا اکسپنس اکاونت فقط ان کتگرائز اکسپنس انتخاب میکنه. ما گفته بودیم در روزی گذشته که همیشه شما اوپنینگ بیلنس اگر دم وندر آرت میکنین تا چارت اف اکاونتس یا اکاونت است به نام ان کتگرائز اکسپنس دوجا به او لینک میشه. اگر در مشتری باشه در چارت اف اکاونتس یا اکاونت است به نام ان کتگرائز انکم به او لینک میشه. اگر ما ادوانس اد میکنیم اتوماتیکلی به جای بیل کس چی انتخاب میشه؟ کریدیت انتخاب میشه. اینجا شما ببینید رایت کلیک، اینجا نیو انتخاب کردم، نیو وندر انتخاب کردم، یک وندر دیگه به نام حضرت ولی اد میکنم. ما حضرت ولی خان و ایرا این دفعه نوشته میکنم منفی ۱۰۰۰. ۱۰۰۰ به ایمان منفی ۱۰۰۰ به ایمانه که از پیش ما وندر ما ادوانس گرفته، قرضدار ما هسته. این حالی وقتی که ما ایرا اوکی کلیک کنم شما ببینین چی میشه، ده اینجا منفی میه. خود ترانزکشن که برش تایپش که انتخاب میشه چیستا؟ کردیت هستا. اگر ایرا ما باز رایت کلیک کنم ایدت انتخاب کنم، شما اینجا ببینین ده اینجا چی انتخاب شده گیستا؟ کردیت انتخاب. اکاونت که لینک است با او بازم و ان کتگرائز اکسپنس است. یعنی ما شما به این شکل هم میتونیم که اوپنینگ بیلنس اد کنیم. اگر بخواییم که یک وندر ما خود ما اد کردیم از قبل دو اوپنینگ بیلنس نباشه، به این شکل اد میکنیم ما. چه قسم اینی ترانزکشن های زیر ما سر دلیت میکنم. خب ایره ما دلیت میکنم، اینجا ایره دلیت کنم بخاطر از اینکه از اثر آلی وندر جور میکنم زیاد میشه. یک وندر ماست حضرت ولی رم ترانزکشنش رو دلیت میکنم، رایت کلیک کردم ایدت ترانزکشن گفتم ایرم دلیت کردم، اوکی گفتم، ایرم چی کردم کلوز کردم ازش، ایم ترانزکشن نداره. علی بطور مثال شما ایده آرد کردین، از قبل آرد کرده بودین، خب فراموش کردین که در یکیش کس بیلنسی مثبت آرد کنین و در دیگیش بیلنسی منفی را آرد کنین، از یادتان رفت. حال خود نمیتونیم که ایره رایت کلیک کنیم در ایدت برین از این طریق بیلنس اد کنیم، چون این کارن بیلنس که یا اوپن بیلنس یک دفعه اد میشه در معاول که شما جور میکنیم. از این طریق بعد از او اد کردن
نمیتونیم. مجبور هستیم دو طریقه داریم ما به خاطر از اٹکا دنسی. یکی هست د مینوی وندرز کی بیم اینجا ببینین انٹر بل است، یکی طریقه است. و یک طریقه د مینوی کمپنی کی بیم میک جنرل جورنال انٹریز، ای طریقه است. صحیح است. و یک طریقه دیگه موجود داره د بینکینگ به نام رایت چک، از این طریقه میتونیم. خب طریقه اصولی و اساسی است که است د مینوی وندر انٹر بل است، چون بر از این کماند وجود داره. ما گفته بودیم میک جنرل جورنال انٹری را وقت استفاده میکنیم که ما به خاطر ریکارد کردن یک ترانزکشن یک کماند مشخص نداشته باشیم، باز استفاده میکنیم. خب میخوایم که حضرت ولی را بیلنس مثبت اد کنم، امور که انتخاب کردی در انٹر بل بیا، انٹر بل که هم انتخاب کردی نام وندر خودش انتخاب میشه. اگر بیلنس مثبت اد میکنی چی انتخاب میکنی؟ بل انتخاب میکنی. اگر بیلنس منفی اد میکنی کریدیت انتخاب میکنی. ما در اینجا چی انتخاب کردم؟ بل انتخاب کردم. اکاونت خودش تیار لینک شدگی است. انٹر بل که میکنیم دی اتوماتیکلی ترانزکشن های وندر کیس د چارٹ اف اکاؤنٹ یا اکاؤنٹس بنا میں اکاؤنٹ پیبل بہو لنک میشا، ترانزکشن های کسٹمر کیس با اکاؤنٹ ریسیویبل لنک میشا. صحیح سیرا خوش ما میفهمید، پس سیرا خودش انتخاب شدگی است. اگر نباشه انتخاب میکنی. ببینین دیگه هیچ چیز از چارٹ اف اکاؤنٹ برات نمیاره، فقط همین دو اکاؤنٹ میاره، چون این دو اکاؤنٹ دیجا داخل میباشه، یا دلار یا افغانی. ما این انتخاب کردیم، میره که انتخاب کردیم، پیش از اینکه این معلومات چیزایش نوشته کنیم چی میکنیم؟ دیجا اکسپنس اکاونت خود انتخاب میکنیم. اکسپنس اکاونت ما چیست؟ ان کاتگورایز اکسپنس است. ان کاتگورایز اکسپنس که انتخاب کرد تو نیاز نداری که رفرنس نمبر نوشته کنی. رفرنس نمبر ما وقت نوشته میکنیم که یک چیز را خریداری کرده باشیم، بلش آمده باشیم، بلش ما در اینجا درج میکنیم. صحیح است؟ بل نمبر چیزایش اگر پیشت باشه خود نوشته کنی. ان کاتگورایز که انتخاب کردی به این معنی کاتگورایز نشده، مصارفاتی گردوار است، ما کلش جمع کردیم اینجا ایره درج میکنیم. صحیح است؟ ان کاتگورایز است. خب ده اینجا اماونتش نوشته کو چه قدر است؟ میگم که اماونتش 1000 افغانی. و ده اینجا ده میمون میتون نوشته کنی که اوپنینگ بالانس ایره نوشته کردم. خب دیگه معلومات چیز رو نوشته نمی کنم. خب بعد از فقط کلاسش هم میمونم، دیگه چیزاش هم سیو ان کلوز میگم. وقتی سیو ان کلوز کلیک کردی امرای حضرت ولی 1000 افغانی اوپنینگ بالانس اد شد یا نشد، اونو ترانزکشن سابقه و آل هیچ تفاوت نداره. اینجا بل انتخاب بود اوجم، اینجا اکاونت پیبل انتخاب است اوجم. اینا اگه ما ایر رایت کلیک کنم ادیت انتخاب کنم، شما بین دیجا ببینین اونو اوپنینگ بالانس خودش اد شده، اینجا نشده اد شده گیستا. اگر پس بخوایم که منفی بالانس اد کنم، این خویت رو بود که اوپنینگ بالانس بود که سر ما قرض است. یک شاگرد یک کس سوال میکنه که استاد از پیش ما وندر ما کس 1000 افغانی را 1000 افغانی را پیشکی از پیش ما گرفت، گفت بیادر که ما هر وقت باز جنس گرفت یاد او تبادله میکنیم یا پیسی در نقد میتونم برد. صحیح است؟ خب ایره چه قسم هر کنیم؟ ده اینجا مثلا ده یاد میکنیم بیا ده کدام جه باز ده وندر بیا ده وندر که آمدی ده انتر بل که آمدی ده اینجا میگم به اینمی وندر ما که است ما یک ترانزکشن ریکارد میکنیم. ترانزکشن اول تایپش هم مشخص کو چیست؟ بل ترانزکشن است یا کریدیت؟ میگم نه کریدیت ترانزکشن است. خب به کدام؟ به می وندر. بله کلاس چیزا رو مشخص میکنین؟ نه. نشو که آیتم انتخاب کنیم شما در اینجا، فقط اینجا اکسپنس انتخاب میکنیم. و در اکسپنس باز ما شما چی انتخاب میکنیم؟ ان کریدیت اکسپنس انتخاب میکنیم. ایره که انتخاب کردی اماونتش نوشته که مثلا 1000، امی کریدیت که انتخاب کردی اتوماتیکلی این طرف منفی میشه، بالانس منفی میشه، به این معنی که ادوانس است. اینجا میشه به جای زود نوشته کنی که اوپنینگ بالانس، نه اوپنینگ بالانس نوشته نمیکنی، ادوانس پیمنت. صحیح شو داش اوپنینگ بیلنس نوشته کن، یعنی ای ادوانس ما داده ایم با وندر خود. خب اوپنینگ بیلنسی چی سال قبلی است ادوانس است، یعنی در سال گذاشته ما برای زو ادوانس داده بودیم، پیسی شو برای من نداده، بس سال نو کسی اوپنینگ بیلنس هم است، ادوانس سال گذاشته است. پوش بخبر مانده در تیر کال اوپنینگ بیلنس تی، خو ادوانس اوپنینگ بیلنس تی. دغه نروسته سکه ما او سیو ان کلوز باندې ایره کې کلیک کړی، نو له بینک شما پین چی شو او منفی شو ان دغه بیلنس. سو به معنی کې ادوانس اس منفی، به معنی کې ادوانس اس از ما سره وندر ما قرض اس، مثبت به معنی کې وندر از بالای ما قرض ما. رای اصولی شي قسم است. دیگه از قسم میشه که مثلا تو مثلا نی وندر ما است امید افغان بلازی میخوای که ادوانس اد کنی، ادوانس اس پیشم گرفت. بیا اینجا ده اونجا که هست ما مشخص نمیکردیم که پول از کدام اکاونت دادیم. این خویتو بود که از سال گذشته
اوپنینگ بیلنس ولی سلی مونده بود. آله اگر تو میخوای که نه نه آمد امروز یا دین روز آمد از پیشم پیسه گرفت یک هزار گفت بیادر ایره سر ما قرض باشه باز حساب میکنیم صحیحه. خب پیسه را که دادی از جیبت دادی از بانک دادی چک دادی چه رقم است او را میشه که ازیش باز اگر چک داده باشی از طریق رایت چک گیری چک کنی از طریق رایت چک. ما میگم ما با میوندر خود که هستم از این ای ای بی بانک که هستم دلار افغانی اکانت پیسه دادم دایی پیسه نیستم میگم که از این کیش اکانت انتخاب میکنم چک کیش اکانت انتخاب کردم در اینجا پیسه هستم پیسه هستم میگم در اینجا باز چی انتخاب میکنیم اکانت که انتخاب میکنی اکانت پیبل باید انتخاب شده اینجا صحیحه. اکانت پیبلی افغانی انتخاب میشه. چقدر پیسه برزی دادی؟ مثلا میگم که 1000 افغانی رو دادیم 1000 افغانی رو خودمیمون نوشته کده میتونی که advance payment to vendor فقط اما قدر نوشته کدم بس. بعد از او اگر چیز معلومات دیگه کلاس ماست چیزایش مشخص میکنی مشخص کده نمیکنی هیچ مشخص نکن فقط سیم کلوز انتخاب میکنم. حالی شما دیدین که چی شده؟ یعنی در اینجا ما فقط ادوانس از این طریق ارد کده میتونیم که به وندر خود ادوانس میتیم او را ما چه میکنیم از چه ارد میکنیم مطلب گرفتیم نگرفتیم و این کار ما شما از این طریق میتونیم که در مینوی چی بیم کمپانی بیم در میک جنرال جنرال انتریز در اینجا بیم مثلا اگر تو میخوایی که تنها اوپنینگ بیلنس ارد کنی چی ارد کنی تنها اوپنینگ بیلنس به این نوی نفر مثلا اپل کس اوپنینگ بیلنس نداره بیاد اینجا در کمپانی میک جنرال جنرال انتریز بیا در اینجا که آمدی ترانزکشن چیزایش مشخص کو اول چی انتخاب میکنیم ان کاتگورایز اکسپنس اکاونت انتخاب میکنیم اکاونت کی دبیت میشه در اینجا آمدم گفتم که کجاست ان کاتگورایز اکسپنس اینجا هستن ایر انتخاب کردیم چقدر دبیت شد میگم که 2000 افغانی دبیت شد اوپنینگ بیلنس ارد میکنیم چی ارد میکنیم اوپنینگ بیلنس ارد میکنیم. خب در اینجا اکاونت پیبل انتخاب میکنیم چی انتخاب میکنیم اکاونت پیبل انتخاب میکنیم افغانی تمیمو نوشته کو که اوپنینگ بیلنس یا فلانا سال ایرم نوشته کدم کاپی کدم از ایجا پیست کدم بعد از سیف انکلوز میگم خب وندر کلاس نی فقط نام وندر مشخص کدی ایره با کدام وندر داری وندر چی بود اپل بود نه اینجا کلاسش مهم نیست اینجا آمدم اپل انتخاب کدم سیف انکلوز گفتم حالا شما بین دیجی بیلنس آمد نامد اگر میخواستین بالانس منفی را چی کنین باز فقط ریورس کنین دیبیت کردیت کردیت بانین ترانزیکشن تایپش تغییر نمی کنن این همی چیز است فقط دیبیت را کردیت و کردیت را دیبیت مثلا در اینجا ما میایم دی این همی گوگل بالانس ارد میکنم مگم منفی میگم ادوانس از سر ایسی مانده از سال قبلی از طریق میک جنرال جنرال انتریز خب برای ازی خب ما کماند داریم که از جای انتر کنیم خب باز هم اگر شما بخواییم بیاد کدام جای در مینوی کمپانی در میک جنرال جنرال انتریز که آمدی در اینجا که آمدی در اینجا حالا چی میکنیم میگم که ادوانس اسپیشن گرفتار ادوانس که تو ارد میکنی اول وندر ما چی بود دلاری سا افغانیستان در اینجا پیسه ایرم دلاری را انتخاب میکنی ترانزکشن او گوگل بود چی بود گوگل دلاری بود نه وندر ما چی بود اینجا بیم گوگل بود گوگل دلاری سا خب اینجا میام میگم که خب اکاونت را که اینجا انتخاب میکنی باید اکاونت پیبل باشه چی باشه اکاونت پیبل باشه چه شد؟ اکاونت پیبل من در کجاست؟ این یو اس دی را انتخاب کنم سعیس این دفعه بجای ازی که دبیت شد او را کردیت انتخاب میکنم مثلا 1000 کردیت شد و در اینجا چی انتخاب میکنیم ما شما؟ اکاونتی که ما پول پرداخت کردیم کدام اکاونت هستن؟ او خو ان کاتگورایز اکسپنس کیس ما به خاطر اوپنینگ بیلنس ارد میکنیم ای که اسپیشم ادوانس گرفتار له خو به ایمانه که ما از یک اکاونت پول پرداخت کردیم برزی از کدام اکاونت میگم که از کیش اکاونت فرهاد عزیز ما برش پول داریم ببین که دیجا پیسه داریم ما نداریم میایم دیجا پیسه داریم تقریبا 690 دلار است این پیسه شکام میکنم میگم که این 100 دلار است ده اینجا ما مدام چی انتخاب کردم نوشته کردم 100 دلار و دیو چه نوشته میکنم که ادوانس پیمنت تو وندر و امیرم بازم کاپی میکنم ده اینجا پیست میکنم نام وندر انتخاب میکنم چی است گوگل است ده اینجا انتخاب میکنی گوگل است حالا وقتی که ما سیو این کلوز کلیک کنم شما ببین اتوماتیکلی چی میشه او منفی میشه منفی شد نشد یعنی به شکل اگر ادوانس شما بخواید که از و میک جنرال جنرال انتریز در کویک بوکس ریکارد کنی به شکل میتونی ریکارد کنی خب اصلا اصولی جایش کجا است از طریق اینترول است چیزی کماندای که مربوط وندر است کلش دیگه وجود داره نیاز تو نداری که از طریق چی کنی ریکارد کنی
خب قصه از اوپنینگ بیلنس چیزا چی شد خلاص شد ادوانس و اوپنینگ بیلنس ما چه قسم پروسس میکنیم به شکل پروسس میکنیم دیگه در وندر ما آیتم لیست داریم آیتم لیست اونم آیتم لیست است که ما خواندیم هیچ تفاوت نداره زیادتر کماندار یا تکراری میاره ما در ریسپت منیجمنت که است ریسپت منیجمنت خو اول با ملتیپل کرنسی کار نمیکنه دیگه بر ازو ما شما باید آنلاین و اینترنت اکسس داشته باشیم خو اصلا دیگه ما شما ایره استفاده نمیکنیم کلیک هم کنین برتون میگه سر که اول خو ملتیپل کرنسی دیگه شما ندارین ببخشین فال کردین و در ملتیپل کرنسی سپورت نمیشه بر لویزی اگر شما ملتیپل کرنسی رو دیسیبل کنین یعنی کمپانی نو بگیرین باز هم کار نمیکنین چون بعد شما با اینترنت وصل باشین ای باز آنلاین کار میکنه موضوع دیگه که اینجا هست همراه مسل تکس اصل تکس مربوط به کاستمر میشه ریسپ منیجمنت دپاره رچی چې ریسپ کې کنه دا کوم مدیریت دپاره موږ دا کمانډ استعمالو شي هغه غواړي ته مدیریت کې دې ځکه مدیریت کول شي نو بل سیل ټیکس مې ته ویل سیل ټیکس دې لپاره استعمالیږي چې کله د موږ مشتری څخه مالیه غونډه کو هغه مالیه موږ دولت ته ورکو هغه ټول دلته جمع کیږي ګور کچیر ته غواړي چې وګوري چې ورور زما څومره سیل ټیکس ما باندې جمع شوی دی صحیح شوه دې چارټ اف اکاؤنٹ کې موږ ته ښیي رپورٹ کې موږ ته ښیي دلته چې راشي دې ځکه بیلنس شیټ کې موږ ته ښیي او که غواړي تاغه پی کې بدل تر راځي ګور موږ سره کمانډ دی په وینډر کې پوند شي پی سیل ټیکس دې جنته دا پی کول شي دې ټول باندې موږ خبرې کوو ان شاء الله خو چون دا هغه مربوط کی کسٹمر مربوط کی وینډر کې بعض نور خبرې وي داغه په اړه موږ خبره کړې چې کله موږ خپل وینډر د ډیمیج شین پر ریټرن کوو یو شی موږ خراب نشي به ته ریټرن کوو هم خبره کړې کنه تم کړې ویلیم دی نه دی ویلی خاص خیر دی زه دغه سرباز خان وینډر چې دی د دغه ترانزیکشن بیا ایډیټ کوم دا ډیلیټ کوم چې حساب بیخي صفر شي او سر نه ترانزیکشن ریکارډ کوم دی دا سرباز خان نه موږ هیڅ تر اوسه قرضدار ناستو او هیڅ ترانزیکشن موجود نه لري رازم زه خپل انوینټری ګورم انوینټری ما سره شته که نشته راغلم فزیکل انوینټری ورکشیټ ته دې باندې کلیک وکړو ما سره انوینټری تقریبا ډیره زیاته ده خصوصا دغه دا پرزی د لیټریټ کمپیوټر چې دی بیټری دا لږ زره متفاوته دي موږ سره زه موږ سره دی کې چې دی لږ زره کیبورډ هم اخلم ما پنځه دانې دده زیاته وم سکرین دا شیان اخلم راغلم چیرته راغلم وینډر ته دی وینډر ته ما چې وکړو پرسیز آرډر وکړو سر نه پرچیز آرډر دی وکړو بالکل چاته ما خپل سرباز خان وینډر ته پرچیز آرډر وکړو د کوم آیټمونو زه ورته یم چې ما دغه بیټری په کار ده او په همدې شکل ما ته کیبورډ په کار دی او په همدې شکل ما ته سکرین په کار دی د دې ډل لټیټیوډ ښه سو دانې ته په کار دی ورته یم وروره د دې پنځه په کار دی د دم پنځه په کار دی دم پنځه په کار دی ښه قیمتونه ټول ما ته ښیي او ټوټل قیمت څومره کیږي په افغانۍ باندې 23500 روپۍ کیږي نور په هغه ډسکاونټ باندې خو موږ خبرې کړې وشي ډسکاونټ څنګه ډسکاونټ الاوډ موږ څنګه هغه کوو اویلیبل کریډیټ او شان باندې موږ خبرې کړې کلاس ته مشخص کوو موږ شیپ ټو کې چی نه انتخاب مو ته پرچیز آرډر چې موږ کړی دا نمبر د دریم دی نه مخکې موږ ته نه پرچیز آرډر کړی بس دغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم سیو ان کلوز باندې کلیک وکړو سپیلنګ چیک اګنور کوم ټول اګنور کوم اوس تاسو وګورئ دلته د دې ترانزیکشن هیستوري کې یو ترانزیکشن جوړ شو خو مګم هیڅ څه تغیرات د وینډر په بیلنس کې نه دی راغلی یو دغه سوال نه کېدی چې تاسو نو څوک کې چورو رکھل چې مونږه کسٹمر ته استیمیټ جوړو او وینډر ته پرچیز آرډر جوړو څه تغیرات په کوئی بوکس پروګرام کې راځي سو ویل شي هیڅ تغیرات نه راځي ځکه استیمیټ کوټیشن ته ویل کېږي نه مونږه جنس هغه څه نه مونږه ته پیسې ورکړې دي پرچیز آرډر هم دغسې دی چې مونږه خپل وینډر ته پرچیز آرډر کوو نه تر اوسه هغه مونږ ته احوال راکړی چې دا جنس ما سره شته دی نه ما ته ما جنس ریسیو کړی دی او نه ما پیسې ورکړې نو کوئی بوکس کې څنګه تغیرات راشي هیڅ تغیرات نه راځي صحیح شوه او دې ته چې دی دې دوه دانو ته چې دی نن پوسټنګ انټریز ویل کېږي په دې معنی چې تاسو کله دا ریکارډ کوئ څه تغیرات په کوئی بوکس کې نه راوړي نو اوس وګورئ زه راځم دلته که تاسو غواړئ چې مطمئنه شي چې واقعا تغیرات نه دي راغلي وګورئ هیڅ تغیرات نه دي راغلي هماغه پخوانۍ خبره ده دا وګورئ هماغه پخوانۍ حساب کې ده پیسې هم نه زیاتې شوي نه کمې شوي دي نو راغلم دلته هغه نه وروسته ما دته آرډر کړی و د پنځه قلمه د لټیټیوډ کمپیوټر د ځوان چې یو کو جن سره ته راوړ بل هم سره راوړ دی انټر ریسیو آیټم اینڈ انټر بل دواړه راوړل بل وغیرہ راوړ خو ګوره مسله څه کومه
کلیر کوم کچیر تو غواړی پاساس د پرچیز آرڈر انٹر بیلو کې یعنی تا چې چی شي آرڈر کړو هماغه فکس مکمل د تروړي بیا ته څه چل کې دلته به دا کلیر کې را به شي وینډر نوم به بیا د سر نه انتخاب کړي چې انتخاب دې کړو کویک بوکس تا ته خپله دغه کوم آرډر چې ته کړی هغه درته وباسي تا نه پوښتنه کوي ته دا هغه دپاره چې انټر بیل ریسیو آیټم کې چې تا آیټم ریسیو کړی دی صحیح ده بل سکے پکې دا د کوم آرډر په اساس باندې کړی دی که نه هیڅ آرډر دې نه وکړی آیټم یې د تراوړ بل ورسره د هغه ریکارډ کې ورته مو آرډر مې کړه هغه د ده په هسټري کې چې دی یو آرډر پروت دی چې هغه نمبر درې دی صحیح شو بالکل ورته مو اوکے اوکے چې مې کلک هغه ټول شیان دلته بالکل و او چې کله ګوره دا زه سیو انکلوز کوم بل ځل چې د سرباز نوم ته انتخابه تا ته میسج نه درکوي ځکه چې د هغه په هسټري کې آرډر نور نشته دی شته نشته کیسه خلاص شو و اوس داسې هم کېدای شي چې مثلا مونږ دته آرډر کړی څو دانې پنځه پنځه دانې دې ورور وویل چې ورور مونږ جنس نه وو درې اداره وړي دي درې اداره وړي دي درې دابل را وړي دي یعنې دا تاسو تغیرات پکې راوستلی شي داسې نه دی شي هم څه به هماغسې هماغسې به تاسو دا پرېږدی اتوي زره پنځه سوه کړه اوس ولله زره سل روپۍ شو نو په دې شکل دا څه کوي تغیرات په دې کې راځي په هر صورت بل نمبر مې دلته ورته ولیکه دا بل نمبر دی دا بل نمبر شو کلاس شیانو ته نه انتخابوم صحیح شوه پوه نه شوم سایټ دلته سایټ ورته انتخاب کړم دلته راغلم سایټ پاتې شو دنه دې ځای کې مې څه وکړو ډراپ شیپ مې ورته انتخاب کړو یس مې انتخاب کړو ټول ته دا راشي سیو ان کلوز مې کلک کړو د دې ترانزیکشن د ریکارډ کول نو هدف مې دا و چې تاسو کوم آرډر کړی هغه کې تاسو تغیرات هم راوستلی شي یوه خبره بل هم چې سیو ان کلوز کلک اوس ګوره تغیرات راځي ځکه آیټم ریسیو که کنه نو لاست راغی که نه ګوره قرضداري هم زیاته شوه اکاونټ پیبل مونږ باندې سو روپۍ شو ولله زره سل روپۍ که چیرې ته غواړې مشخص وینډر په اساس رپورټ وګوره دلته راځه وینډر اینډ پیبل دی ګوره دلته چې راغلی اکاونټ پیبل ایجنټ سمری باندې کلک کړه او دلته آل انتخاب کړه آل چې انتخاب کړه ګوره د هر وینډر ماته مکمل معلومات راکوي چې څومره د کم وینډر نه مونږ قرضه اخستو او څومره کم وینډر زمونږ نه دا زمونږ نه قرضه ده اډوانس اخیستی دې نه مونږ قرضه اخستو دا زمونږ نه قرضه دی نه سرباز نه څومره قرضه اخستو ولله زره سل روپۍ صحیح شوه دا ماته ښیي او دې باندې تاریخ چې تیر شوي هم نه دي صحیح ده چې څو ورځې تیر شوي دي په کم تاریخ باید دغه کړم ده نو اوس چې زه کله دې ته پیسې ورکوم دې نه مخکې چې زه پیسې ورکوم دا جنس چې ما چک کړو صحیح شوه جنس کې بعضې مشکلات وو خرابی پکې موجوده وه د کسټمر بل درا کا وروره خسید بل درا وړه درې ورځې بعد پیسې دار کوم درته دوه حالت لري ګوره ښه یو حالت دسی چې تاسو پیسې ورکړي پیسې هم چې ورکړي هغه نه روست تاسو پوه شئ چې دغه یو دنه خراب دی او یو دسی چې پیسې ورکړي نه دي معلومي کچېری پیسې هم نه ورکړي پیسې هم نه ورکړي بیا څه چل کیږي دغه پیسو نه چې هغه د جنس هم چې بیرته مصرف کړي دغه پیسې کمیږي او کچیر پیسې مرکړي روسته تاسو کوشش شې کې او د درې خراب دي بیا پر کس باندې دا منفي کیږي بیلانس منفي پاتې کیږي کریډټ تسي پوښ په مطلب باندې یعنی هغه ته بیا آینده کې ته کول شي تبادله کې د جنس په مقابل کې پیسې شي پاغه باندې دواړو حالت کار کوي ګورخه اوس د سیده چې مثلا پیسې مې نه دی ورکړي جنس مې چې چې هغه مې کومه درې ورځې بعد پیسې وپسې راځه ګورم چې دیو دنه کمپیوټر یا دوپکې خراب ده پرځي چې راوړي دا څه کوم ځان سره رسوم کوی بوکس کې چې دا مشکل درودل ده او دا مې ورته ولېږه هغه ویل راویلېږه خراب شه بل به بیا جوړ کو سر نه اوس دا کریډټ کې را به شي چیرته دلته چې راغلی انټربل خو مونږ کړی دی صحیح ده انټربل هم کړی دی او اوس که چیرې زه بیا انټربل ته راځم دلته انټربل ته راځم دلته چې راغلی دې دا ځل به چې انتخاب یې کریډټ به ورته انتخاب یې چې به انتخاب یې کریډټ به انتخاب یې کریډټ چې انتخاب وګوره ما ته وایي اوپن پرسیز آرډر ایگزیسټ فور دس وینډر آیا ته دا کریډټ چې کې د دې مشخص وینډر د پاره کې وینډر زموږ څوک وو سرباز خان زه ورته چې وو که چیرې یست انتخاب کو بیا دا پرسیز آرډر نه کمیږي زه ورته چې نه دا لري کا زه خپل جنس ته انتخاب وم کم کم آیټم تاسو کریډټ کړی دی ورته دې سړي چې دې ما ته چیرې وړي وروره په هغه کې چې دا بیټرۍ نه ده درې دانې راوړي وي دا درې وړې خراب وختلې د دې قیمت 100 روپۍ دی دا کولی شي بل نمبر هم دیږي کوته لري کوم دغه بل نمبر د دې سو لاس 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 د بل نمبر سایټ هم انتخاب کم سایټ نه دا تاسو به تم ستارت کوئ دی سایټ کاش کوم دا سایټ جوړ کړو چې هغه موږ نو انتخاب کړو وای نو دا انتخاب کړو تمام بل نمبر
چې دا بل کې دونه شان موږ مسترد کړو بیرته صحیح ده هغه نو څه څه کومه سی دمیج آیټمز ریټرن بیک میمو کې مو او میمو کې ولیکا ولیکا سو ته لیکي آیټمز یا کریډیټ میمو ته لیکه کریډیټ میمو هم ته لیکي چې کوم آیټم ریټرن شوی آیټمز ریټرن صحیح ده ریټرن اګه نو رسسه کوم سیو ان کلوز کلیک کوم سیو ان کلوز میچ کلیک کوم ها دا انادر بل نمبر خدي نمبر باندې بل شته دی زسه کوم ورته ویم چې د کی اوس تغیرات راوړم ها دا بل نمبر یو سم ته و دې نمبر باندې ستا چې مخکې مخکې نه موږ خو پرچې داډر انتخاب نه کوو راکه موږ پښتنه وکړه و دا بل نمبر تاسو پرچې داډر کښته او کدا ها او موږ کریډیټ اند انتخاب کړلته ګوري ا بل انتخاب کړي ځکه چې یو یو بل نمبر باندې تاسو یو سر بل راځي کنه دوه بل نه راځي نو کوئک بوکس خپل وای چې ورور تاسو اشتباه کړی دلته کړی نو دلته تاسو کریډیټ انتخاب وای اوس که چیرې بل انتخاب په دې معنی چې نور جنس باندې سیف کړو صحیح شو زه کریډیټ دلته انتخاب وای کریډیټ چې انتخاب کو اوس ګوره بل نمبر فرق نه کوي اوس مشکل نه لري مې مو شان لیکل شي بده او هغه نو سیف اوس باندې کلیک کوم اوس ګوره په اساس څه شپې ترنه ولله زرسلنا نه نه راکه مشه زرسل صحیح ده دا کوم شو خو کچيري د څه وشي اوس مثلا د مثال په تور باندې همدا یو مثال کې کار کوم اخو کوم شو دا ته زرسل په ما ورته ور کړی ته زرسل په ما ور کړی او بیا دا غنه روسته یو جنس بلم کې خراب وته ځان مې ته چې الکه تا خو ما سر بیا داسې خرابې کړ دا بل جنس تم خراب دی وای راوی له ګورو خبر مشکل نشته پیسې د کوم بیا حساب وي بیا دلته راغلم ګوره په بیل کوم مثلا په بل چې کوم دلته دوه خبر یو خو بدای چې دلته ګوره ما ته پیسې 8000 وصل کړي خو دلته په بل ته چې زلاړ شم ما ته وایته د 10000 سور په قرض لري مخکې سور به وي ول 10000 وصل په قرض لري ځکه کوئ بوکس کې حساب کتاب تر اوسه پښیمه نه دلته صرف بیلانس منفي کړل دي دلته چې راغلم په بل ته زورتم چې تاسو چلو اکاونټ پیبل ما ته وخیا افغاني خو ته کولی شې د وینډر په اساس باندې فلټر کې ګوره زورتم ما ته د کم سرباز خان وخیا وای سرباز خان ته ول 10000 وصل په قرض لري خو دلته چې دا کله ځین انتخاب کما اتوماتیکلی ما ته وایي چې تا دته ګور د 9000 روپو سامان به تر ریټرن کړی دی او دا ګور ټوټل کریډیټ اویلیبل کچیر ته دا نه تبادلې کوي د سره نو ته به اماونت په څومره پیسې ورکړې او کوم چې نه دا ایکسچینج کوم دا حساب کتاب پکوم ورسره به دلته راځي ډیسکاونټ نه لرو ګور ښه ډیسکاونټ صفر دی سیټ کریډیټ باندې کلیک وکړه او ته دا چې د سره ایکسچینج کړه ګور ما ته وایي وینډر نیم دا دی بل نمبر دا دی اوریجنل اماونټ دونه دی اماونټ دوه دونه پیسې ورکړي کریډیټ یوز دونه دی صحیح شو چې کله زه په دې باندې ډن کلیک کوم نو ماته اماونټ په هیڅ عمر پتاون پاتې کیږي 8000 روپۍ ځکه 9000 روپۍ ته کم کړې او کریډیټ څه شو صفر شو اول بل کریډیټ نو صفر شو او دا پیسې د کم شنو ورکې ته ضرورت هم دمدغه فرات کې شتون نه فرات خان ته وایم چې ته پیسې ورکې صحیح شو بل باندې کلیک کو او ډن منتخب کو تاسو ګورئ صفر شو اوس ا پیسې میچ ورکړې وګړه کټګورم دې خو بیا یو شی خراب راوتلې دي صحیح ده هغه درې قلم بل هم سکه مسترد کوم ورته چې یاره یو دانه یادري دانه راغلم بیرته وینډر ته بیا می انټرپل انتخاب کو خو پامې میشي لکه زما غو بل انتخاب نه کوي کریډیټ به انتخاب وای ورته ها کریډیټ میچ انتخاب کو دلته بیا نو انتخاب وم ورته کچیر تاسو دلته دا کریډیټ انتخاب کې یې سم انتخاب کو دا پدې معنی یو پرچیز آرډر مونږ کړو دا په اساس باندې موږ د سکو منفي کوو تر دا پرچې اډر نه به د خپل اتوماتیکلی کمیږي صحیح شو زه به د دې حواله دا کې یس انتخاب کې چې هغه ټول معلومات هغه ځین خپل تر وړي اسو مشان چې کریډیټ کې کمیږي ترنه چې کیر انتخاب کړم کریډیټ دا بار از چې کار میکنیم په سم جنس کې ما خراب اس پښیم مسترد شته اول پاس پر چې انتخاب میکنم ما میگم کې بیا هم کیبورډ کې روان کړه بود سیدانه ارسیش خراب برآمد 4500 افغانی قیمت شد مکمل خب ده اینجا رفرنس نمبر شه باز ما چی میکنیم درس میکنیم کی از کدام بل بودی جنسی که تو مسترد کردی از دا 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 از امی بل نمبر بود خب ده اینجا نوشته کده میتونی که کریدیت میمو میمو داش نوشته میکنم که پرچیز ریترن یا آیتمز ریترن ایتس فرق نکری فرق نمیکن آیتمز ریترن صحیح شد این نوشته سایت هم انتخاب میکنم برش این همین نرمال سایت که چیز سیو انتخاب کنم بعد از سیو ان کلوز میگم سیو ان کلوز که کلیک کریم خو ایجا باز چی میگم خو فرق نمی کنم میگه با امی بل نمبر که هستا
اما می بل نمبر که است یا کریدیت میمو دیگه هم داشتی میگم کی فرق نمی کنه هیچ مشکل نداره. حالا چقدر این نفر است پیش ما قرضدار شد؟ 4500 افغانی. این حالی دی تو حالت که است اگر جنس ما دوباره می خریم بازور پس چی می کنیم؟ تبادله می کنیم. حالی اگر می خریم یا داینده می خریم گپ جدا است. پوش خبر مانه. و اگر می خواهی که ایره تو به شکل پول برد داد اون نفر وندر آمد گفت بیادر بگی پیسی تا باز بخاطر پیسی ازی که هست ما در اینجای تو کدام کماند خاص نداریم. ای طور هم میشه که در پیبل بیایم ای قسم در پیبل بیایم ایجا چی را انتخاب کنیم وندر انتخاب کنیم کدام وندر است از ما شما وندر است سربازخان رو ببینین خب پیبل نداریم نه باز یک رای حل دیگه داریم برای ازی که از طریقی مینوی کمپانی را کلیر کنیم. چه قسم کلیر کنیم؟ بیایم در اینجا در میک جنرال جنرال انتریز بیایم در اینجا که آمدیم میگیم ترانزکشن افغانی را ریکارد میکنیم. خود در اینجا سرباز خان بریم پیسه داد. پیسه را با کی دادی؟ فرهاد. چقدر پیسه داد؟ 4500. 4500 بریم داد. دیبیت پیسه آمد. اکاونت پیبل ما که کردیت میکنیم اونا. بله ما او چون منفی است حالا که کردیت کنیم پس چی میشه مثبت میشه این بالانس صفر میشه میایم اینجا اکاونت پیبل انتخاب میکنیم. اکاونت پیبل ما در کجاست؟ در پایین بالا اینجا اکاونت پیبل افغانی را انتخاب میکنیم و ای کاری را که میکنی مهم است ایسته که تو باید نام وندر انتخاب کنی. این اکاونت پیبل که کردیت شده از کدام وندر است؟ میگم ای از سرباز خان است. ایرم انتخاب کو ایرم انتخاب کو چیست سرباز خان دیجن دا بیمون نوشته کو پیمنت پیمنت یا کیش ریسیف کیش ریسیفد فور آیتمز ریترنیت صحیح نا تو سرباز خان ایرم کاپی میکنم اینجا پیست میکنم بعد رو سیون کلوز میکنم سیون کلوز کردی بیلنس از چی شد یعنی سر که شما دهی تو حالت از میک جنرال جنرال انتریز استفاده میکنید وقتی که دهی جمعا کامان نداشته باشه در اینجا برای از او یک کماند مشخص نداریم به این شکل ما رو چی میکنیم؟ کلیر میکنیم. خب این بود مسائلی که مربوط چی میشه؟ وندر میشه. حالی میایم بخیر سری کستومر گپ میزنیم بیخی همی صفحه وندر دور میکنم از جای آمدیم سری کستومر سنتر کلیک میکنم میبینیم که چند دانه کستومر داریم تقریبا سه دانه کستومر داریم که یک جاب مشخص برای از چی کردیم حل کردیم این جابش پس دلیت میکنم در اینجا سل کنین دیلیت کستومر جواب کلیک کردم یس انتخاب کردم جواب ازا چو شد؟ دیلیت شد جواب ما گفته بودیم بخاطر چی استفاده میکنیم در درسای گذاشته. پروسی کاری کستومر چه رقم است؟ اول شما به دیده بفهمید مشتری همیشه از پیش ما اول کوتیشن میگیره صحیح؟ استیمیت میگیره استیمیت که بود دفتر اگر چیزی که من نرخ داده بودم او خوشش آمد در دفتر موافقه کرد زیادتر علی اصول چه قسم است؟ یک جنسی که میخری قیمتش از 5000 بالاتر باشه اما تیم تدارکاتی که از او میره بیرون سه دفتر که از سه دکان یا سه دانت کمپنی را کوتیشنش میگیره هر کوتیشن که ارزان بود از امو جنس باز میخره. خب استیمیت از پیشم گرفت وقتی که جنس خوش آمد کوتیشن ما مناسب بود قیمتش باز برای ما آردر میکنه از دفتر زنگ میزنه به اگر دین روز ما از پیش یک دانه کوتیشن گرفتم کوتیشن نمبر 5 است اونو جنس به سبا برای ما آماده کن باز او را که آردر داد برای ما او را به ایج حساب میکنیم. باز وقتی که نفر آمد پشت جنس اگر به قرض جنس از پیش می برد صحیح است یا نصفش قرض بود نصفش پیسه داد برای ما برای ازو چی میکنیم؟ انوایس استفاده میکنیم. انوایس اگر با پیسه نقد باشه با نقد باشه اینجا ما یک کماند داریم به نام کریت سل ریسپت ریسپت پیسه را برای ما داد ریسپت کردیم ریسیو کردیم باز ما به خاطر از او ایره استفاده میکنیم. باز سل ریسپت سل کوی ای پیمنت که از او طرف است وقتی که سل ریسپت میکنی اتوماتیکلی پیسه میره در ان دیپوزیت فند اکاونت میره در کوئک بوکس چیز ده. و اگر انوایس دادی بعدن سبایش یک ساعت بعد یا دو روز بعد نفر آمد پیسه را پس برات داد تو باز چی میگی؟ یه کماند است به نام ریسیو پیمنت. ریسیو پیمنت که کاری به اساس کدام انوایس است کدام مشتری است او را باز انتخاب میکنی. ایره که ریسیو پیمنت کاری باز او را باز میبری در کجا؟ هر وقت که شما پیسه را میگیرین اگر سل ریسپت باشه اگر ریسیو پیمنت باشه در کویک بوکس یک اکاونت است به نام ان دیپوزیت فند پیسه در اونجا میره اتوماتیکلی
دو جا ذخیره میشه باز از اوجه تو دیپوزیت میکنی چی مانا پیسه را که ما میگیریم در داخل میندازیم نمیندازیم در دکان یا در دفتر که میباشه باز آخر روزی حساب میکنیم خب این 20000 در بانک پرتو سبا این 20000 پیش خودت بگی به خاطر مصالحات اینو باز میگیری دیپوزیت ما اینو دیپوزیت کردیم آن دیپوزیت مانا که مشخص نکرده باشی اگر مشتری اسپیش با استیتمنت بخواد با استیتمنت جور میکنم یک مشتری شکایت داره که والا ما پیسہ دادین تو گفتی که نه پیسہ ندادین یک راپور برای من بکش از ترانزکشن ما بعضی اوقات چارجز سر اپلای میکنیم بخاطر استیتمنت بعضی اوقات نمیکنیم باز د مشتری ما چی داریم ریفاند یا کریدیت میمو داریم اگر مشتری برای ما جنس مسترد کنه باز ما بخاطر از این کمانډ استفاده میکنیم اونو کاری که د وندر کردیم د اینجا میشه وجه دا وندر ما خود ما چی میکنیم جنس مسترد میکنیم ما مشتری ازو بودم حالا خب ما مشتری دارم بازی کماند به خاطر از استفاده میکنیم اینی امو پروسیجر کاری است در کویک بوکس وقتی که شما با مشتری دیل میکنین به اینی شکل دیل میکنین اینی کماندا که از دین جمع مرای مستل کنین ما آمدم مشتری را کلیک کردم کاستومر سا دین جمع مرای مسته دا کاستومر بیا کریت استیمیت است کریت سل آرڈر است کریت انوایس است انٹر سل ریسپٹ است ریسیو پیمنٹ است اونم چیزی کی جخوان دا بودی سر کو کریڈٹ میمو یا ریفنڈ است خب کسٹمر سنٹر خو برتن گفتو بودم کی کلک کنین اینی سفر کسٹمر سنٹر می کی دیجا نام مشتریات می دیجا بیلنس اش می کرنسی اش می دیجا بیلنس می ای کالم وقت گم میشه کرنسی کالم کی اگر تو ملٹیپل کرنسی ر فال نہ کنی بس نامی باشی کالم کرنسی تو ملٹیپل کرنسی رکی فال کری بازی خودش پیدا میشه مثل که در چپ فکرانت ما گفته بودیم که یک کالم بنام کرنسی اضافه میشه بلنس هم که است اینجا میان اتچمنت کدام اسناد زیر اٹ کنه باشی ده اینجا میان جنرال انفورمیشن اینجا میان ترانزکشن اینجا میان خب میایم امی مشتری که بنام حضرت ولی است آمد گفت پیدر برای ما یک کوتیشن بدی کوتیشنز ما ایتو نمیکنیم همیشه یگان دفاتر چی میکنه ورق مت بل میتبرش کویک بوکس نداره باز حساب کتاب از یک ذره گدوات میشه شاید ورق کسی بکنه یک چیز دیگه شو کویک بوکس کس یک سال پیش هم کوتیشن ها رو بر ریکارد پیش خود نگاه میکنه صحیح است اگر تو میخوای که سیستم اصولی باشه از کویک بوکس استفاده که کلی کوتیشن های دیجی حساب کو ام استیمیت ها برات میگم هر وقت که مشتری میاد بدر کوتیشن نمبر چند بود رو نوشته کو پیداش میکنه برات خب آمد ما به حضرت ولی یک کوتیشن جور میکنه حضرت ولی گفت که برای ما یک جنس بکار است کدام جنس بکار است بدر برای ما امی کور آی 7 سی پی یو بکار است خب این قیمت از 3000 افغانستان صحیح است اگر سایت مشخص میکنه مشخص کو اگر مشخص نمیکنه من میگم از امی سایت مثلا ما این جنس که میتم از نمایندگی کابل میتم برسی خب یونیت اف میجرمنت شما است ریت هم است مارکا با ایجا فقط به تو نشان میده برازو نشان نمیده ریتش که است اینقدر است 20% ما اوجا مارکاپ برش انتخاب کردم چه کمی شد؟ 3000 خوب وای مکنه دا کاست دی دا ریت چی دی اما کاست دی دل تراشو گوری کاست دی دست گوری خرسوی پسو باندی خواه مارکاپ اوجا ما زیاد انتخاب کردم بر سیستا سرکو 3000 برای ما تمام میشد سل پرایس ما چند انتخاب کرده بودی 4000 ده اینجا مارکاپ چند فیصد است برش خب بخاطر از اینکه ما اگر باید تن باشه حتما مشتری رو انتخاب کنیم که تاپ مشتری ماست چه رقم است او رو ببینیم که او رو خبر از این انتخاب نکردم یک دقیقه اینی رو رایت کلیک میکنم میرم د ایدیت کاستمر ده اینجا که اومدیم میرم د پیمنت سیتینگ د پرایس لیول است ایره انتخاب کرده بودیم به خاطر قیمتش چی کرده کم آورده ایره چه انتخاب میکنم لوور لیول 0% دیسکاونت انتخاب میکنیم برش این برازی مسلم ما دیسکاونت ندارم حالا چی میکنه اوجا قیمت فکس 4000 نشون میده ایره او دفعه گفته بودیم در درس که پرایس لیول لیست ما به خاطر چی استفاده میکنیم عملی هم کار میکنیم خیر باشه آمدیم دیگه استیمیت جور میکنم بکی میگم به اینمی وندر خود استیمیت جور میکنم بکی به می حضرت ولی از چی رقم از سی پی یو رقم حالا قیمتش مکمل 33% مارکاپ است چند میشه 4000 تاکس سر ازی چارج میکنی یا نمیکنی چارج میکنی دل خودت نمیکنی نه تاکس میگم نه تاکس ما چارج نمیکنیم تاکس اگر انتخاب کنی که تاکس بالا است باز دیگه فیصدی شم ذکر میکنی که بهتر فیصدی چقدر است 2% 3% میگم نه هیچ تاکس بالا باز تاکس هم گپ میزنیم مارکاپ هم گپ میزنیم اونو پرایس لیول لیست عملی کار میکنیم که چه قسم به کجا استفاده میشه صحیح شد اینه که انتخاب کن سر کو اگر تو میخوای پریویو ببینی که بهتر این مارکاپ به مشتری نشان نده برای ما در پریویو بیا دور نشان نمیده برای
اگنور کلیکو در اونجا مارکاپ است نیست فقط هم قیمت نهایی رو برات نشون میده که با تو ریت یک دونه به چند میاد خب ایره که جور کردی فقط چی میکنم سیو ان کلوز میگم وقتی که سیو ان کلوز کلیک کردی یک پرینت کردی با سیو ان کلوز کلیک میکنی در هیستوری از این نفر به نام کی بود سیو نکردیم چی تو خب حتما ترانزکشن اینوایس استیمیت انتخاب کرد شو اینوایس در کجا اینوایس انتخاب کردیم استیمیت آل ترانزکشن انتخاب کنیم که تمام ترانزکشن ها رو نشان بده این آمد صحیح شد اینجا با فیلتر هم متوجه باشی نشد که تاریخ مثلا ما این هفته آینده رو انتخاب کنیم یا هفته گذشته رو انتخاب کنیم دو خوب باز چیزی نمی باشه خویده که انتخاب کردیم میبینیم شما که استیمیت یکدم جور شد با 4000 افغانی ما براتون گفته بودم وقتی که استیمیت جور میکنیم هیچ تغییرات نه در اینوینتری ما میاد و نه در پول ما میاد بلنس هنوز هم صفر است یا نیست اینوینتری ما هنوز هم صفر است یا نیست بیاین دیجی در فیزیکل اینوینتری بیاین در اینوینتری فیزیکل اینوینتری ورشید امو کمپیوتر کلاسیمون رو حاصل کنیم با اون سیستم سابقه است در کجاست اینو میستن 17 دانه است هیچ تغییرات نامده یک روز بعد این نفر زنگ زد یا دفتر رفت زنگ زد گفت بیادر اون چیزی که ما برد آردر کده بودیم استیمیت کوتیشن گفت گرفته بودیم اون امور برای ما چکو جور کن یک ده دانه از رو برای ما آمده کن یا پنج دانه شش دانه چی میکنیم؟ کریت سل آردر برای ما یک مشتری ما آردر کرد آردر تو میتونی با اساس انوایس انوایس میتونی با اساس سل آردر جور کنی انوایس میتونی با اساس استیمیت جور کنی پرچیز آردر نه انوایس گوره این سل آردر ما به خاطر مشتری که وقتی که برای ما آردر میکنه پرچیز آردر بازور ما در کویک بوکس سل آردر میرسانیم وقتی که باز ما در وندر خود چی میکنیم ما پرچیز آردر میکنیم در کویک بوکس میرسانیم وندر ما پیش خود به نام سل آردر چون ما برای اون مشتری شدیم او سلز آردر ثبت میکنه پیش خود مثل که ما از مشتری خود سل آردر ثبت میکنیم میگم ما بینمی حضرت علی چی میکنم یک سل آردر میکنم صحیح است چی میکنم سل هارد سل آردر میکنم اینجا اومدم با حضرت علی بود یا سل بر از سل آردر میکنم صحیح ده ایره که انتخاب کردی از چی آردر میکنم سل آردر نمبر چند است یک است خب ما میگیم بیادر برای ما این نفر آردر کرد که جور کو کورای 7 کامپیوتر کلاس شما مشخص نمیکنم نمیگم از سایت از کدام سایت میگم میره از این سایت میتیم چند دانه را کوتیشن برده بود از یک دانه از پیش ما آردر کرده پنج دانه برای ما که بیادر پنج دانه زیر برای ما جور کن دانش چند است؟ 4000 پنج دانش چی قدر میشه؟ 20000 افغان تکس مکسم سرزی چی نیسته؟ صحیح شد؟ ای کاره که کردی بعد از او چی میکنیم؟ اگر در مشتریت کدام مسته چیز را انتخاب میکنی خوب اگر نمیکنی؟ هیچ مثلا اگر او برد گفته بود که بیادر ای سل آردر باز برای ما چی کو از طریق ایمیل روان کو تو ای را برش انتخاب میکن All work is complete این چیزی که شما آردر کرده بود مکمل تکمیل شده و آماده شده ای را باز تو چی میکنی؟ به اینجا پرند هم کده میتونی سیو هم کده میتونی از پی دی اف باز به اون نفر اگر تو روان میکنی از طریق ایمیل سل کو سیو از پی دی اف ای را سیو از پی دی اف میکنم در کجا میکنی؟ بگم ای را دسکتاپ سیو میکنم نام وندر چی بود؟ حضرت ولی پی دی اف سلز آرڈر یا اس او نوشته میکنم سیو کلیک کو اگر پرند میکنی پرند کده میتونی سیو ان کلوز کلیک کو آلی هم که است در کویک بوکس ما شما چیز تغییرات نمیه سل آردر کرده آردر داده جنس از پیش مبرده نبرده این سر کوتشانش چیش آمده ایجا سل آردرش آمده ایجا ایجا سیره میشه که از طریق ایمیل روان کنی که بیده این می سل آردر تست اگر کدام تاپا میکنی تاپا هم که باز کن کن روان کن باش ایره باز ما شما میگیم چه قسم لوگوی دفتر خودت ده اینجا میاری دیگه معلومات چیزا را ایره کلی شما از گفت میزن خب این کار که کردیم سل کو اینوینتری ما باز کم نشده اینوینتری بیا فیزیکل اینوینتری باشه چیزی کم شده نشده پیسه ما سر وندر کستومر اضافه شده نشده بعد از او وقتی که سل آردر کرد نفر آمد پیش ما گفت بیادر جنس برای ما بودی اگر با قرض از پیش جنس بود باز چی را انتخاب میکنی؟ کریت اینوایس همیشه متوجه باشین اینوایس به خاطر تبادله قرض است جنس ما تبادله میکنیم با قرض اگر با نقد باشه سلز ریسپت پیسیش که ما ریسپت میکنیم به خاطر ازی باز ما و شما ای را استفاده میکنیم ما میگیم که بیادر نه ای را از پیش ما با قرض برد خوی کمان به خاطر چی است سل آرڈر فولفیلمنت ورشید اگر تو میخوای که بفهمی که کدام مشتری ما
چقدر آردر کرده، کدام جنس برای ما آردر کرده، ایره میخواستی ببینی پیش از اینکه اینوایس جور کنی اینجا بیا، اینجا که آمدی کلی مشتری های ما برای ما نشان میده. سلکو برای ما میگه تو فعلا سل آردر که وجود داره یک دانه است. او را کی کده بر حضرت ولی با کدام تاریخ اینه میداریخ، نمبر از چند است؟ یک است. از چقدر پیسه است؟ از 20,000. دی چی چیزا اینکلود است؟ برای ما میگه فقط یک کورای 7 کمپیوتر است. دیتیلز آف سل آردر نمبر 1 کاستومر حضرت ولی است و چی است؟ اگر دا جنس باشه، دا قلم جنس باشه، کلش اینجا برای ما میره. اینجا فقط برای ما چی میکنه او رو نشان میده. اگر تو باز میخواستی او رو پرینت کنی از اینجا پرینت کنه میتونی. میگم نه. حالا چی میکنم؟ ایرا اوکی کلیک کردم، آمدم دیگه میگم که این نفر آمد جنس از پیش میبره، جنس میبره و قرض میبره. کریت انوایس انتخاب کو برش. وقتی که تو انوایس جور میکنی یا سل سادر سل ریسپت میکنی، دو وقت کویک بوکس تغییرات میه. پیسه تم اگر با قرض باشه قرض زیاد میشه، اینوینتری کم میشه. اگر با نقد باشه پیسه زیاد میشه و اینوینتری چی میشه؟ کم میشه. د سل ریسپت و و د کریت انوایس در دویش کی هسته انوینتری و کم میشه. د یکش د مقابلش پیسه ما زیاد میشه، د دگیش د مقابلش اکاونت ریسیبل ما زیاد میشه. اکاونت ریسیبل هم پیسه است و قرض است، نه کرنت اسیت ما شما است. ایره که انتخاب کردی سل کو انوایس، ایره ما باز کلیر میکنم. وقتی که نام مشتری را انتخاب میکنم میگم برای ازو انوایس جور میکنم، مسج میتا برای ما. خب انوایس کی جور میکنی؟ چه قسم انوایس جور میکنی؟ کریت ان انوایس فرام استیمیت. این مشتری یک کوتیشن برده بود، صحیح است، هیچ برای ما سل آرڈر نکرد، آمد گفت بهتر این کوتیشن از پیش برده بودیم، استیمیت هم کوتیشن این امیر برای ما جور کو. او را برش آمده کردم، گفت میره بهتر، گفت پیسیش سبا برد میرم، صحیح است. باز ای را انتخاب میکنی و اوکی کلیک میکنی، چون هیچ آرڈر نکرده بود، مستقیم خودش آمد برای ما. باز این کمانڈ استفاده میکنه. اگر میگی که نه کریت انوایس فرام ون اور مور سل آرڈرز، این نفر برای ما سل آرڈر کرده بود با اساس این کوتیشن هم برد، استیمیت هم آردر کرد، با اساس زمو آردر ما برسو چی میکنم؟ انوایس شور میکنم، بازی رو انتخاب میکنم. اگر میگی نه این نفر نه استیمیت کوتیشن برد دست بیشم نه سل آردر کرده، مستقیم خودش آمد گفت اینی لپتاپ چند است؟ ما گفتم 50,000. گفت بیادر خیر ما بیشت میبرم، باز 100 بات پیسیش میارم برد. خود تو باید در کوئی گوکس رو برسانی که با قرض بود، نه؟ بخاطر ازی که تو خدا نخست ازی جمیری و طرف داد اقباد میموری، اون نفر دیگر که میاد بجای تو مسئول سونا میفهم که با کی جنس فروختی با قرض. ای را انتخاب میکنی باز برای تو. ما میگم نه در این دفعه ما میگم ما انوایس جور میکنم با اساس سل آردر، این نفر سل آردر کرده برای ما. خب صحیح است، اوکی کلیک کن. اوکی کلیک کردی میگه در هیستوری ازی پیش ما یک دانه سل آردر وجود داره حضرت ولی، به نام حضرت ولی. کدام وندر دیگه تا کستومر دیگه تا انتخاب میکنی؟ اینو میبینی چیز نیست. ما میگم نه حضرت ولی است. خب امیر انتخاب میکنم، گفتم بله این امیر سل آردر است. اوکی کلیک، اوکی کلیک کردی باز مسج میتا برای ما. باز مسج بخاطر چی میتا؟ هر وقت که ما یک آردر سل آردر داشته باشیم که دو چندین قلم جنس باشه، مونیتور است، کیبورد است، ماوس است، بازی مسج برای ما میتا میگه بیادر specify what to include on the invoice. The seller تو که زیاد آیتم وجود داره، تو میخوایی به تمام ازیا که هست create invoice for all the sellers، به تمام ازیا یک invoice جور میکنی، یا میخوایی که نه create invoice for selected item، یک چند تا آیتم میشه. ای آرڈر کرده بود 20 قلم جنس، آمده گرفت از پیش 5 قلم جنس، باز ما مجبور هستیم که جدا جدا انتخاب کنیم. میگم نه به تمام ازیا که هست ما یک دانه سلادر جور میکنیم، کلش کوئی بوکس سلادر کاپی میکنه با انوایس. اوکی کلیک کو، کلش کاپی کرد نکرد، چل کو کاپی کرد نکرد، چند قلم جنس است دیجا؟ 5 قلم جنس است. خب آلی ای بخاطر ازی میگه برای ما، اگر سابق باید تن باشه ما پیش ازی که چی کنیم یک بیلیبل تایم هم داشتیم. بعض ویندر کستومرهای ما که هست ویندرهای ما برای ازو خدمات مثلا ترینینگ کوئی بوکس چیزا میداد، آل اسپیش مپرسان میکنم میگه ده هیستری ازی که هستا بیلیبل تایم کاست موجود دار، او را میخوای اد کنیم؟ میگم نه ایره او سکو، ایره ما کار ندارم او را با. خب ایره که انتخاب کردی بعد چی میگم؟ معلومات چیزایش تمام هر چیز آمده گیست دیجه، انوایس نمبر چند است، تاریخ چند است، تاریخ بیل تو ادرس ازی مشتری ماست، صحیح است، و ده این سل آرڈر نمبر چند است، پرچیز آرڈر چیزا نیست، ترمز کدام ترمز اگر داشته باشی میشه که ترمز چیزا را جور کنی جه انتخاب کنی برش. ای طور هم میشه که تو مشخص 5 آیتم که آرڈر کرده بود 5 شده ریسیف کنی،
ای جور هم میشه که تو بگی که ای برای ما سل آردر کده بود پنج دانه از پیش میخرم سه دانه از پیش میخرم چهار دانه هر چقدر که نوشته میکنم مشکل ندارم بگیم پنج دانه فکس مکمل گرفت از پیش من تاکس مکس از این چارج نیسته بعد از اون فقط چی انتخاب میکنیم سیو این کلوز انتخاب میکنیم سیو این کلوز که کلیک کردی سپلنگ چک اگنور میکنم اگنور که کلیک کردی آلی ام دا بیلنس تغییرات میاد و ام دا کرن دو دانه کرن دسیتی ما تغییرات میاد ام دا اینوینتری ما و ام دا اکاونت ریسیو ولی ما چی میشه تغییرات میاد این حالی پیسه که هست ما گفته بود ما هر وقت که بیلنس مشتری ما دیدین و اون مثبت بیلنس بود به این معنی که ما سر مشتری خود قرض داریم و اگر منفی بود که ما ادوانس گرفتیم مثل که وندر از پیش ما ادوانس میگرفت صحیح شد و اگر آلی بیایم ما شما در اینجا در مینوی چی باید بیایم در اینوینتری در فیزیکل اینوینتری ورکشیت که بیایم پنج دانه که از اف کم شد چند میمانه دو دانه میمانه یه سال کن دو دانه شد اسمی خب چی کردیم؟ افتر دانه بود افتر دانه خب افتر دانه که پنج دانه کم شد چند میمانه؟ دوازده دانه میمانه خب من در فکر هفته نرفتم استاد بسیم که چه نماز بد رست نماز منفی لنه چه چوشی؟ چه نماز بد رست نماز منفی بود در شهز رپی نماز بد رست نماز خب معلوم داره دنو چه تا جنس قرض کن سیده موز دی منو واقستو پا قرضو جنس خب منو کم شو دا کردیت شو جنسم ایسد دی سیده او اکان رسیبالم زمان ایسد دی پوښوي ایسټ چې مونږه زیات شي ډیبټ کیږي چې کم شي کریډټ کیږي ګوره جنس رانه کم شو کریډټ شو صحیح شو پیسې اکاونټ ریسیبل زیات شو ډیبټ شو اوس که یو مشتری کوم اوس دغه د اخرې مشتری د کوم کنه سلام صاحب او دې ته مونږه ایڈوانس پیسې ورکړو دلته خپل منفي بالکل منفي کیږي خو هغه ایڈوانس به مونږه وایي چې څنګه کیږي اوس ته ځوایم صحیح ده اوس ولا صرف د جنس د خریداری او فروشات خبره کو لکه وینډر کی کتاب پامه اخیر اخیر موږ اډوانس ویل کنه پروسم خلاص کړو بیا اډوانس تراغلو دې کې موږ اډوانس ویل دلته دې ځنه کې موږ ریسیو پیمنت چیرې شي یو طریقه خدای راځي موږ جنل جنل انټریز نه کولای شي اسانه طریقه ده ټول کې بل دې ځنه موږ کولای شي بل تر اخره ریسیو پیمنت چیرې راغلي ریسیو پیمنت دې ځکه کولای شي وینډر ته پیسې ویل کې پیسې په حالت کې چې په ځای دې چې مثلا ته دې پیسې واخلي پدې معنی چې دې معنی پیسې هغه سره دلته ورسې دې ځینې به موږ اډوانس کار کوو صحیح ده بیا په وخت باندې وایو ان شاء الله نو خب آله شما دیدین کې د ایجه 20000 افغانی بیلنس از اضافه شوه سر از کس قرض هسته از طرف ما و اگر هیڅ چی بیای د کمپنی سناپ شات رینج هم ورته شامل ده اکاونټ ریسیوال ما چقدر است 20000 افغانی است اکاونټ پیبل ما 12000 ما کس قرضدار است مکمل قرضداري ما نه پکې است یعنی به این معنی که قرضه ما سر مردم زیاد است سر ما از مردم کم است دیگه آمدیم در اینجا خب اینوایس شما دیدین که چه قسم جور میشه صحیح شد اگر جنس خب باز ما چی میکنیم اینمی نفر که است برای ما آردر کرد مثلا مشتری ما است استیمیت هیچ نبرد است پیشم صحیح است ما میگیم سل آردر کرد خب این سل آردر کرد مشتری سابقه ما بود این کوتیشن سابق برده بود از چی را آردر کرد میگم امی یک دانه سی پی او را برای ما آردر کرد کورا 7 و به اون شکل یک جنس دیگر هم برش انتخاب میکنم جنس دیگر میگم که بلک مانیتور رو ما میبینیم که داریم نداریم بلک مانیتور که هستا دادانه داریم بله دادانه ازی بجای این سی پی او که هستم اون چی را انتخاب میکنیم ماوز انتخاب میکنم کیبورد ماوز ای آر انتخاب کنم بس ازی آردر کرد دادانه ازی آردر کرد و دادانه ازی آردر کرد برای ما نو دادانه ایره نوشته کردیم صحیح است آرد سل آردر نمبر 2 است بعد از او مسته چیز را میمان انتخاب کد غیر از ایچ صحیح شد سیو این کلوز کلیک کردم آلی باز بر از این واس شد میکنم ببینین کریت این واس که انتخاب ایره پشت از این نمیریم اگر باز میخواستن ببینین این بیان ایره کلیک کد این دفعه چند دانه جنس برای ما دیجا نشان میده که وجود داره ما آمدم ایره باز اوکی کلیک کردم مسیج هر چی که بود پشتش نگردم خب اوکی کلیک کردم کریت این وایس آمدم در این وایس که آمدم گفتم بیدار ما این وایس جور میکنم بکی سلام صفحه این وایس جور میکنم صحیح است ایره که انتخاب کردی باز برد میگه که با اساس کدام سلاردر این وایس جور میکنم بعضی اوقات میشه که یک نفر نه کوریشن میبره از پیش ما نه برای ما آردر میکنم مستقیم ایجنس خوشش میه این وایس جور میکنم ما برشم
به قرض میبره میگم بله به اساس زمین اوکی کلیک و باز اون مسج میتن با ایتما رو خودت انتخاب میکن به اساس زو برش اینوایس شور میکن به هر ایتم تفاوت اگه نی به کلش میگم نی خودم انتخاب میکن اوکی کلیک و این دیدی آل خودش اون ایتما رو برد میاره میگم آردر کده بود اردویشه خو ایره نمیبره است بشم اینه میره میبره حالا اگه ما اوکی کلیک کنم اوکی فقط هم ده قلم جنس میاره بریم این مسج خو برای ما اویلیبل تایم کاست کس او را باز ما کلیر میکنم خیرش میه این دادن آورد بریم این هدف می بود که شما مثال بفهمید که اگر یک انوایس انتخاب کنید چه قسم میشه اگر متفاوت خودت انتخاب کنید چه قسم میشه آلی باز چی میکنم سیو ان کلوز میگم سیو ان کلوز که کلیک کردم اینجا ببینید شما کلاس اساین چی را سایت انتخاب نکردیم برش این انتخاب کنم سیو ان کلوز گفتم خب ببینید این آردر کده بود برای ما از چه قدر از 21000 جنس بورد از پیشم از چه قدر از 1000 افغانی کیبورد از پیشم فکر مونیتور بورد چی بورد از پیشم 21000 بود از چه قدر از پیشم قرضدار شد حالا اگه میخواستی ببینی رایت کلیک و ادیت بگو اینجا ببین چی بود از پیشم بورد از پیشم کیبورد بورد دانش 100 پاست دانش چه قدر میشه 1000 افغانی میشه صحیح شد خب علی این نفر جوان اگه پیسہ برات میده تو پیسہ را کی میگیری اینمی پیسہ را میگیری این ما حق نداریم که بگیریم این بالانس کی هست اینجا بیا بگو بیادر نفر آمد گفت که بیادر اون پیسہ گا کی تبی خیر ببینی خانه تا آباد باز کجا می ریسیو پیمنٹ خب ریسیو پیمنٹ پیمنٹ اس کی ریسیو کدی را کلیئر کو پیمنٹ اس کی ریسیو کدی سلام صفائی بود سلام صفائی گفت این نفر یک هزار افغانی قرضدار است امیر مکمل داده برد یس انتخاب میکنیم مکمل داده برد اگه میگی نی کم زیاد داره کم زیاد کدام میتونی میگم که مکمل داده به شکلی کش داده خود اینجا میشه موبایل نمبرش نوشته انوایس نمبرش نوشته کن مثلا آی این وی سایز نمبر چند بود ده بیست این نمبرش به طور مثال نمیشه مال میگم تا اینجا او را کم میکنی سایز اگه نیم داده باشه بعد میگم سیو ان کلوز حالا وقتی که سیو ان کلوز کنم حساب چه رقم شد یه خودش میگه میگه این نفر به علاوه یک دفعه آردر کرده بود از 21000 انوایس جنس از پیش بورد از به قرض از 1000 پیمنت برد کرده از چقدر خودش برد نشان میده این نفر مثلا 20000 قرضدار ما هست سال کو استیمیت جور کرده بود بورد بود از پیش ما 4000 سل آردر کرد از 20000 جنس هم از 20000 از پیشم گرفت یعنی اگه تفاوت داشته باشه شما ور خطا نشین که چرا تفاوت داره خب 20000 قرضدار ما 10000 برای ما میت دیگه نمیده دیگه میگه باشه باز گپ میزنیم بخیر میم دا کاستمر اینجا که اومدی ریسیو پیمنت کردم از کی از همین مشتری بله از همین مشتری ما وقتی که نامش انتخاب کرده خودش میگه 20000 قرض بود اصل کو اوریجینال اماونت اماونت دو ایر انتخاب کو گفتم کی امیر پیمنت برای ما کرده خود افغانی خو اینم قدر قرضدار دست بل نمبرش چن انوایس نمبرش چی بود آی ان وی نمبرش میگم دا 21 به شکل کیش برای ما پیمنت کرده خب کلی پیمنت را نکرده چقدر پیمنت کرده 10000 افغانی را برای ما پیمنت کرده سل کجا برای ما خودش میگه 10000 افغانی را که تو این پیمنت اگر با امان دو کم یکسان نباشه یه چند آپشن دیگه اضافه میشه برای ما خب اینجا برای ما میگه amount for selected invoice amount to 20000 بود applied 10000 است صحیح است discount miscount credit چیزی ای کریدیت کدام کریدیت است اگر ما ادوانس گرفته باشیم صحیح است اگر ما برای ازو ڈسکاونٹ داده باشیم ای باز اینجا میاد خب یا کریدیت کی است سیلز ریٹرن کی است وقتی که مشتری برای ما جنس چی میکنه او هم دمی جمع میشه خب وی که انتخاب کری برای ما میگه 10000 افغانی را کی است وقتی که تو 10000 باقی میمونه او رو یاد به نام انڈر پیمنٹ یاد میشه ای را چی میکنی لیو دس اس انڈر پیمنٹ یعنی رائٹ اف دس ایکسترا اماؤنٹ اگه اون نفر اینی نفر که هستن صحیح است برات میگه که بیادر 20000 برات داده بود یا کدام طب ایسی کسی میسی دیگه ایش هست یا جنس برات مسترد کرده هر چی که شد امی 10000 که سر تو باقی میمانه ایره سرش باقی باشه یا ایره فقط میخوای آف کنی به شکل کش برات داده مثلا یا کدام گفت دیگه هست تو ایجا پاک میکنی اگه میگه نی اندر پیمنت باشه ایره انتخاب کو فقط سیو انکلوز کنی ایجا بیاد 10000 سر ازو چی شده باقی آمده اینجا برش میگه انوایس برده بود 20000 جنس برده بود این پیمنت کد از ما انوایس نمبر
10000 دیگه چقدر مانده سرش؟ این اندر پیمنت هم برات عملی کار میکنم برات. خب حالا فقط شما ببین چه قسم ریسیو پیمنت شما میکنید. صحیح شد؟ اول انوایس جور میشه، بعد از اون باز ریسیو پیمنت میشه، یعنی اماونت میشه متفاوت باشه، اماونت میشه کم زیاد باشه. دیگه اگر جنس ما با نقد میفروشیم باز چه رقم حساب است؟ مثلا اینمی اسلام است، از یک چیز است میشه نقد میبره. آمدم تا اینجا استیمیت بورد نبوده فرق نمیکنه، سلادر بورد نبوده فرق نمیکنه، فقط تفاوت از این قدر است که با قرض بودی با نقد است. باز با نقد که ریکارد میکنیم متوجه باشین که دیگه پیسه اضافه نمیشه. این پیسه کجا میره؟ در ان دیپوزیت فند. حالا ما از چه که مشتری پیسه گرفتیم؟ از این پیسه گرفته بودیم مثلا کو 1000، از این 20000 گرفتیم نگرفتیم 11000 است. بیا این پیسه تا کجا رفت؟ در ریپورت بیا، در کمپانی فینانشل بیا، در اینجا در بالانس شیت بیا، در بالانس شیت که آمدیم حالا انتخاب کردی، حالا که انتخاب کردی اینجا ببین یک اکاونت است در کرنت ایسیت ما شما به نام ان دیپوزیت فند، خودش جور میشه ما جور نمیکنیم. میره سل کن دیگه ان دیپوزیت فند 11000 افغانی آمده نامده، 1001 بود 10000 دیگه بود. خب اونم که ما بگیریم اون قسم میشه. آمدم در اینجا میگم این نفر از پیش ما جنس به نقد به کش گرفت. خب انتر سل رسپت، سل رسپت با کی جور میکنی؟ نام مشتری انتخاب کن، میگم با اسلام. اگر دیگه نفر انتخاب کنه ایر انتخاب کنی باز اون مسج میده برای ما، میگم نه فقط اسلام، برازی ما چی میکنیم؟ سل رسپت جور میکنیم. کش داد یا چک داد باش؟ میگم نه کش بود. کدام آیتم از پیشت گرفت؟ میگم امی کورای 7 سی پی او بود نه؟ 5 دانه زیر فروخته بودیم، 12 دانش مانده بود. خب چند دانه از پیشت گرفت؟ میگم 2 دانه از پیشم گرفت. از کدام سایت؟ از امی سایت از پیشم گرفته بود. 8000 افغانی میشه. سلس نمبر چند است؟ سلسی که ما با کش میکنیم نمبر 1 است. ادرس از این نفر اینجا من سول 2 با کی رو فروختیم؟ به اینمی نفر ادرسش میاد اینجا. در اینجا یک تنکیو میسیج برش نوشته کن، تنکیو فور یور بزنس. صحیح است؟ اگر پرینت میکنی خب 100% باید پرینت میکنی. سل ریسپت که پرینت نکنه خونه میشه. اینجا بیا ایره اگنور کلک کن، ایره برش پرینت کن. سل ریسپت هست میبینی؟ از طرف کمپانی ما با اینمی کمپانی چی فروخته شد؟ اینمی جنس چند دانه چقدر مکمل نشان میده؟ با چی شکل؟ پیمنت میتود کش هست. اینجا تاکس مارکس چیزا سرش نیست. بعد از اویره سیو ان کلوز میکنم. سیو ان کلوز که کلک کردی اگنور کلک کن، چی تغییرات میده کوئی گوکس؟ خیر تو بای مصطفی تزمین را کس یدی یکی میتونی آفری پا نقد بانی فروشات مکلو فروشات پا نقد فروشات چیو کی چکی گی؟ ام جنس کمی گی، ام پیسی زیادی گی. اوز دلتا او گورا دلتا پیسی را گلی نا دلتا چی پیسی را نکلی ورخطا نشی چی پیسی بلا نکلی. بخاطر ازی که فروشات ما با نقد بود پیسه مستقیم میری دو جا ان دیپوزیت فند. چه قسم میفهم؟ بیا در ریپورت، در ریپورت که آمدی در کمپانی فاینانشل در بالانس شیت استاندارد بیا آل انتخاب کو ان دیپوزیت فند سابق چند بود؟ 11000 8000 دیگه اضافه شد امرش نشد. صحیح شد؟ و جنس ما اگه میخواستی ببینی بیا در فیزیکال اینونتری، در اینجا فیزیکال اینونتری ورک شیت بیا چند دانه شده؟ 12 دانه بود، 10 دانه شده. دوستایی که درس های ما را از طریق چنل یوتیوب ما میبینن، اگر کدام سوال داشتین میشه که در زیر ویدیو در یوتیوب سوال کنه با ما شریک کنین، و اگر میخواستین که موضوع را مستقیم با ما شریک کنین شماره واتساپ ماست. اگر چنل ما را سابسکرایب نکردین چنل ما را سابسکرایب کنین. اگر ویدیوهای دیگه ما را شما میخواین که به او دسترسی داشته باشین در یوتیوب برین نوشته کنین محمد اسلام صاحبزاده، چنل ما باز میشه. در اوج تمام پروگرام های آموزشی که ما جور کردیم شما پیدا کرده میتونید.